سلام و وقتتون به خیر باشه یه آپدیت تحلیل از وضعیت بیبی کوین داشته باشیم همونطور که دارید مشاهده میکنید هنوز رشدی ما داخل نمودار بیبی کوین بی نداشتیم همین رشدی که از اینجا از روی قیمت 9098 استار خورد تا الان نزدیک 8014500 اینا تونسته یه رشد رو داشته باشه که این رشدی که تجربه کرده تیه مثلا چند ماه گذشته چند هفته گذشته رشدی نیستش که هولدرها در انتظارش هستن و فکر میکنن که باید داشته باشه امروز راجع این خواهیم صحبت کرد که کاری که ما میتونیم انجام بدیم تا وقتی که مثلا به یه یه خبر فاندامنتالی واسش منتشر بشه کاری که ما میتونیم انجام بدیم چه کاری هستش و پامپ به ویدیوش چه تایمی اتفاق خواهد افتاد دیدم که خیلی از دوستان توی کامنت ها میپرسن که پامپ به ویدیوش اتفاق نیافتاده که اتفاق خواهد افتاد و خیلی عجله دارن که به هم یه پامپی رو داشته باشه و فعلا اتفاق نیافتاده لونا کلاسیک رو که ما آپدیت تحلیلش رو میذاریم و راجع بهش صحبت میکنیم طبق تحلیل ما درست پیش رفت و لونای کلاسیک و اون پایینا تونستیم جمع کنیم این یه رشد 400 500 درصدی رو تجربه کرد که عدد فوق ای رو داشت که حالا آپدیت لونای کلاسیک رو بیشتر میذاریم و لونای کلاسیک که یه ارزشالی بودش که حالا متفاوت هستش دیگه پروژه های مختلفی داره با بیبی کوین ولی بیبی بی کوین هم یک میمکانی هستش که پتانسیل دار هستش که رنگ خودش رو افزایش بده و برسونه خودش رو به تارگت هایی که در آینده پیش روی خودش هستش و ما این انتظار رو خواهیم داشت که بیبی دوج کوین سریعتر از اون رمزارزهای دیگه بتونه یه پامپ خوبی رو داشته باشه یه سری به کوین مارکت کپ بزنیم قیمت فعلی 814 600 اینا این محدوده داره نوسان میکنه این نمودار روزانه شو رو دیگه فکر کنم نگاه کنی متوجه میشید که ما یه حالت رنجی رو پیش روی خودمون گرفتیم که نه ریزش سنگینی میکنیم و نه رشد بزرگی رو تجربه میکنه و کندل هایی که توی این چند روز گذشته به کوین تشکیل داده ما از همین کندل ها میتونیم متوجه بشیم که در آینده قراره که چه اتفاقی واسه بیبی دوج بیاد مثلا الان توی تایم فریم روزانه هستیم چند تا کندل گذشته رو نگاه کنیم یک دو سه چهار تا کندل نزولی داشتیم که اندازه اینا رو نگاه کنید برابر یک کندل سودی نیستش یعنی با شدوهاش رو میایید مقایسه کنید برابر یک کندل سودی نیستش ببین کندل های سودی رو نگاه کن پرقدرت دارن میرن جلو ولی کندل های نزولی خیلی ضعیف و بادی کوچیک دارن به غیر از این کندلی که اینجا تشکیل شده پس این داره نشون میده که اگر خریدارهای واقعی وارد بیویدوش کوین بشن اینو مطمئن باشید که ما حرکت میکنیم از همینجا یک کندل اینگالفینگ تشکیل میشه و این چند تا 5 تا 10 تا هر چند تا کندلی که از قبل وجود داشته و تشکیل شده و کلوز شده اینا میان این گلف میشن و قیمت بیویدوش کوین استارتش میخوره و به سمت بالا حرکت میکنه پس برای اینکه یک پامپ خوبی اتفاق بیفته این سه تا کندل چهار تا کندلی که نزولی هستن و خیلی با شیب کم دارن به سمت پایین حرکت میکنن کافی یک کندل سودی این, این ببینیم که هر چهار تا پنج تا اینا رو بیان این کنن و این اتفاق بیفته استارت سود بیبی دوش ما خواهیم داشت دیدید توی تایم فریمای های پایین تر بیبی دوش میریت نگاه میکنی من اون سری داشتم بررسی میکردم وقتی داشتیم با بچهای تیم ترید انجام میدادیم یه بررسی که انجام دادم دیدم که بیبی دوش کوین ببین پایین اومدن و بالا رفتن هاشو مقایسه میکردم ببین پایین اومدناش رو نگاه کن رو روند اتفاق میفته میبینی وقتی میاد پایین یه حالت روند نزولیه رو داره وقتی قیمتش میخواد بره بالا ببین چه اتفاقی میفته یه کندل بزرگ پیمبار میاد تشکیل میشه این گلفینگ تشکیل میشه و یه پامپی اتفاق میفته مثلا از اینجا برخور کرد یه پامپی داشته دوباره قیمتش اومده پایین یه پامپ دیگه از اینجا استار خورده رفته بالا ولی وقتی وارد روند نزولی میشه یه کمی شیبدار هست شیب داره یا برگشتاشو نگاه کنی میبینین که خیلی برگشت های تیزی اتفاق میفته تک تک اینها که ما میایم حالا الان تو تایم فریم روزانه هستیم تا چهار ساعته یه ساعته بررسی میکنیم رفتار کندلا رو بچه ها من نگاه میکنم مثلا میبینم که آقا این کندل مثلا از همین چند هفته گذشته ما الان یه چیزی رو متوجه شدیم اگر با دقت کامل نگاه کنیم وقتی قیمت پایین میاد خیلی ضعیف میاد پایین ولی وقتی میره بالا رشدای خوبی رو تجربه میکنه میبینی و این نشون دهنده این هستش که پولهای خیلی کوچیکی دارن بهش تزریق میشن کم کم دارن بهش وارد میشن که در آینده یه اتفاق بزرگی بیفته یعنی قیمتش بتونه یه تارگت خوبی رو داشته باشه یا هم میتونه از این ور صرفی بایننس باشه که داره خیلی کم ازش خرید میکنه خرد خورد داره به کیف پول خودش اضافه میکنه و خریدهایی هم که انجام میده مثلا نهنگ ها به این شکل نیستش که هزار دلار باشه دو هزار دلار باشه ده هزار دلار باشه خریدای اونا مثلا یه دفعه صد هزار دلار هستش مثلا دو هزار دلار و دیگه دو هزار دلار قیمت رو میتونه تکوم بده می بینی چی میگم توی تایم فریم مثلا الان چهار ساعته داریم نگاه میکنی یه کمی بهتر بخوایم متوجه بشی میایم توی تایم فریم مثلا یه ساعته یه ساعته دیگه خیلی بهتر می متوجه شد که روی چه کندل هایی حجمای خوبی خورده خب ببینید مثلا روی این کندله حجم خوبی داشتیم یا عقبتر ما میتونیم متوجه بشیم که چه کندلای های خوبی رو داشتن و این کندله حجم خوبی رو داشته پس اینو ما متوجه شدیم که توی تایم فریم‌های های پایین دارن خریدهایی هایی رو از بیبی انجام میدن حالا چه کسی هستش نمیشه اون رو گفت مثلا شاید صرافی بایننس باشه یا صرافی مثلا ایکس باشه ایگرگ باشه یا نهنگ نه هایی باشن که داخل بیبی هستن یا خود تیمه داره خرید انجام میده همه اینها ممکن هستش ولی یه بخشی که وجود داره ببین قیمت بیبی دوج کوین نباید از بیش از حدی بیاد ریزش داشته باشه چرا چون اگر این اتفاق بیفته دوباره باید ما مشاهده کنیم یه تایمی مثل اینجا قیمتش بیاد نزول داشته باشه و به سمت پایین حرکت کنه الان در حال حاضر تکنیکالی که داریم بررسی کنیم خیلی دیگه خبرها رو من گذاشتم کنار اگر بخوایم خبرها رو بررسی کنیم اینه که صرافی بایننس بیاد یه خبری منتشر کنه یا خود تیمه بیاد یه تعدادی از بیبی دوج کوین ها رو بسوزونه که این اتفاق بیفته مطمئن باشی که تاثیرات مثبتی روی قیمت بیبی بی میگذاره و قیمتش میتونه یه پامپی رو داشته باشه حالا اینا خبرهای فانتامنتالی هستن که اول ماه ها اتفاق می یا سر ماه اتفاق می اول ماه ها وسطاش این خبرها منتشر نمیشه الان هم یه چند روز دیگه ما میرسیم به اول ماه و باید ببینیم که بیبی تیمش بی تیمش رجب توکن سوزی چه حرفی میزنن امکان داره که یه مقداری رو توکن سوزی انجام بدن هر چقدر این عدد بیشتر باشه این راه باز میشه که تقاضای ایجاد بشه و خیلی ها بیارن به سمت خریداری کردن بیبی دوش یعنی وقتی این اتفاق بیا فاندامنتالی مثبت باشه کسایی که از دور هستن و هنوز واردش نشده میان نگاه میکنن میبینن که خوب دارن حمایتش میکنن این ارزشالو و میان روش سرمایه گذاری انجام میدن ولی بخشی که مهمه اینجا واسه ما ببین اینجا ما یه حالتی داریم دیگه یک حجم خیلی بزرگی روی این کندله داشتیم این کندله من همیشه میگم وقتی میخوایم متوجه بشیم که یک رمز ارز رشد میکنه یا نه از طریق حجمه هم ما میتونیم بفهمیم اینو ببین مارکت کپ شنده مارکت کپ 211 216... میلیون دلار هستش خب و ولیوم 24 ساعت 3 میلیون دلار هستش رسیده به 3 میلیون تا عددی که اون بالاترین حدی که داشته رو عدد فکر کنم 12 میلیون یا 13 اینا بوده بیبی دوچ کوین خیلی ها هنوز سمتش نیستن و ما تکنیکالی که داشتیم بررسی کردیم به این پی بردیم که اکثر افرادی که دارن بیبی بی دوش کوین رو خرید و فروش میکنن هولدر ها هستن یعنی یه تعداد مثلا اون سری که داشتیم نگاه میکنیم بالا یه میلیون تا هولدر داره دیگه درسته این یه میلیون هولدر بچا جالبه همشون هولدرن نگهداری میکنن خرید و فروش انجام نمیدن و این باعث میشه که ما انتظار داشته باشیم که بیبی بی دوش کوین یه رشد خوبی رو به سمت بالا تجربه کنه پس تکنیکالی خیلی باید بهش دقت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته یه پارانتزم باز کنم خیلی هم میان توی کامنت ها میپرسن آقا پام کرد پام نکرد هی اینو تکرار میکنن خیلی ها مثلا تازه با بازار آشنا شدن و دوست دارن که سریع اتفاقی بیفته دوست دارن که سریع مثلا یه ارزش رو خرید میکنن اونه بیاد پامپ داشته باشه اگر اول مسیر هستید همین مثلا هفت ماه هشت ماه کسایی که قدیمی کانال هستن میدونن که آقا چند چند بازار میدونن که صبر کردن یعنی چی میدونن که مثلا حتی یک رمز از الان داریم راجع به بی صحبت میکنیم فرداش ممکنه یه فاندامنتالی خبری منتشر بشه یه دفعه کلا نابود بشه و تمام تعلیه ما پودر بشه اگر هش ماه هفت ماه از قدیمی های کانال هستی و تجربه زیاد داری اونا این کامنت ها رو نمیذارن ولی برخی که تازه در میشن سریع میان کامنت میذارن آقا چرا اومدی مثلا راجع به ویدیوشون صحبت کردی یعنی ولی پامپ نکرده و هی منتظرن اینن که یه اتفاقی بیفته و قیمتش رشد رو داشته باشه سعی کنید بچه ها وقتی که وارد بازار ارزهای دیجیتال میشید ببین ارزهای دیجیتال بازار ارزهای دیجیتال واردش که شدی یعنی اینکه آقا قبول کردی که پولت از بینم بره نگران نباشی ناراحت نباشی چرا چون که یه بازار ریسکی هستش علاوه بر بازار ارزهای هر بازاری که ورود کنی بال پایینای خودش رو داره ممکنه که شما امیدوار باشی به یه رمز ارزه یه تایم خیلی بلند مدتی نگهداری کنی ولی نتیجه ای ازش نگیری همه اینها ممکنه ولی یه پارانتزی هم که اینجا باید باز بشه دوباره داخل اون پارانتزی اینه که ما رمز بدی بهتون معرفی نمیکنیم و راجع بهشون صحبت نمیکنیم مطمئن باشید اینو که وقتی که ما رجب به بیبی دوش صحبت نکردیم اینو بدونی که کلا گذاشتیمش کنار و شاید ازش هم خریداری کرده باشیم و هم فروختیم ولی وقتی داریم رژ بهش صحبت می کنیم آپدیت تحلیل میذاریم یعنی اینکه آقا منتظر اینیم که اتفاقی بیفته علاوه بر اون خیلی ها آپدیت تحلیل بیبی دوش رو دوست دارم و ویدیوشو نگاه میکنم و به خاطر همین ما هم آپدیت تحلیلشو خیلی بیشتر میکنیم و نیاز هستش که شما هم حمایت کنید اگر هنوز تا اینجا اومدی ویدیو رو لایک نکردی لایک کنی که بتونی از ویدیوهای یانه با خبر بشی و داخل کانال تلگرام جوین بشی سریع میتونید ویدیوها رو مشاهده کنید از اونجا میتونید کلیک کنید روی ویدیوها و بیاین ویدیوها رو نگاه کنید یه تایم برم بالاتر حال توی تایم فریم روزانه ما تحلیل خودمون انجام دادیم چی ما من باز کنم کموی حالا سعودی رو اینجا داره و اگر بخوایم تایم فریم روزانه رو یه جنبندی تحلیلی انجام بدیم یه حالت امانندی داره تشکیل میشه تا این محدوده باید بیاد از اینجا به بعد باید قیمتش رشد داشته باشه و قیمت بیبی دوش تا وقتی که بالای این زون معاملاتی داره نوسان میکنه وضعیت ما سودی هستش و از پایین اومدنش نگران نباشید پایینم بیاد سریع میتونه برگرده اما تایم فریم هفتگیش نگاه کنیم یه لحظه من اینو پاک کنم تایم فریم هفتگیش رو زوم کنیم که میخوام بهتون چند تا نکته بگم ببین تایم فریم هفتگیش داره میگه که ممکنه یه پول بک خوشگلی ما داشته باشیم ببین قیمت اصلاح کرده رفته بالا اصلاح میکنه میره بالا این پول رو میتونه بیبی دوش کوین داشته باشه ارز چاله بیبی داشته باشه و خودشو بکشه تا سمت این زونه معاملاتی و درون این زونه بیاد یه نوسانی رو داشته باشه که دوست دارم خیلی سریع این اتفاق بیفته این زونه که اینجوری پهنه مثل گذشته ببین چی نگاه کن اینجا هم یه زون پهنی داشتیم قیمت بی بی دوشکوین. اینجا هست یعنی الان در حال حاضر اگر بخواد مثل گذشته حرکت کنه این محدوده ها داره نوسان میکنه پس انتظار خواهیم داشت که اینجا هم استارت سعودی داشته باشه و خودشو پرد کنه درون این زون معاملاتی این زونی که اینجا وجود داره کمایی که اینجا وجود داره و بیاد یه نوسان رو داشته باشه من تمام گفتنیا رو گفتم تایم فریم ماهانه هم اگر بخوام تحلیل انجام بدم چیز خاصی نداره تایم فریم ماهانه شو دوست دارم خیلی این اتفاق بیفته ببین از اینجا میتونید حتی اسکرین هم بگیرید که من پیش بینی که انجام میدم واسه بی ببین دوست دارم که این اتفاق بیفته یه لحظه اینو دوباره پاک کنم من پیش بینی که انجام میدم دوست دارم که به این شکل باشه نمودار بیبی داش یه حالت دبلیو شکلی رو اینجا ما تشکیل بدیم از سمت بیبی بی و اولین تارگتش اینجا باشه دومی هم که اینجا هستش دیگه اینا تارگت هایی هستن که بیبی داش میتونه در حال حاضر در آینده داشته باشه خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید تمام گفتنی رو گفتم لایک کردن و ویدیو فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگر.